کنکوری عزیز سلام، وقتتون بخیر باشه. یه دو سه روز دیگه باید بریم سر جلسه و میخوام کارهایی که سر جلسه باید انجام بدین رو براتون یه بار مرور بکنم. ببینین بچه ها، دفترچه اول رو که بهتون میدن، حالا اگر رشتتون تجربیه که مثلا دفترچه زیست رو بهتون میدن، خب چیکار کنم؟ نگاه کردم سوالا سخته، به نظر من سخته، اصلا احساس میکنم که هیچی بلد نیستم، همه یه سوالا رو دو به شکم، وای چه اتفاقی میفته. ببینید تو اون لحظه کسی برنده است که بتونه خودش رو کنترل بکنه و به خودش یه آرامش نسبی رو بده. همه این هیجانات برای همه بچه ها با هر سطوح دانشی وجود داره. اگر واقعا سوال سخت باشه، که به هر حال شما با دانشی که دارید احتمالا شرایطتون بهتر خواهد بود، چون شانس دیگه خیلی دخیل نیست، چیکارش کنم؟ هر چی که بلدی رو بزن، استرابت رو کنترل بکن. خب دفترچه اولم تمام شد، زیست رو تمام کردم، میخوام برم سراغ دفترچه دو. چه رشته تجربیه، چه رشته ریاضیه، شاید مهمترین دفترچه دفترچه دو باشه، چون چالشی ترین دفترچه است. دفترچه دو هم که شامل فیزیک و شیمیه. خب چجوری اینو مدیریت بکنم؟ ببینیم بچه ها، دفترچه دو فیزیک و شیمی، فیزیک امسال با توجه به تجربه نشون میده که فیزیک مناسب و خوب، یه سوالای خوب زیاد داره و شما میتونین چند تا خیلی خوب بزنید. حالا میگم چند تا، یه نفر ممکنه بتونه 10 تا بزنه، یه نفر 15 تا بزنه، یه نفر 18 تا بزنه، یه نفر 25 تا بزنه، بسته به توان علمی شماست. ولی هر دانش آموز متوسط رو به خوبی با سطح دانشی که داره میتونه یه تعداد معقولی سوالای فیزیک رو جواب بده. خب سوالای فیزیک رو تو چه مدتی جواب بدم؟ شما 30 دقیقه برای این کار در نظر بگیرید. 30 دقیقه هر تعداد سوالی که زدید، اون 45 دقیقه باقی مونده رو بدید به درس شیمی. برای بچهای تجربی شیمی بسیار مهمه، برای ریاضی هم مهمه، اما 45 دقیقه زمان دادن به شیمی، شما میری شروع میکنی شیمی رو میزنی، احساس میکنی که تونستی مثلا 15 تا سوال رو جواب بدی، 12 تا، 17 تا، هر تعدادی که با سطح علمی شما اجازه میده جواب میدی، میبینی 10 دقیقه، 7 دقیقه، 8 دقیقه، 5 دقیقه اضافه آوردی، یا اصلا شیمی انقدر سخته که شما 15 دقیقه اضافه آوردی. حالا چیکار کنم؟ شما حالا هم سوال زیست و هم سوال فیزیک رو دیدی، هم سوال شیمی رو دیدی، اون زمان اضافه رو محبت میکنی و میدی به درسی که برات راحت تره. حالا سوالا رو دیدی دیگه، میبینی مثلا فیزیک راحت تره، میدی به فیزیک که بتونی یه چند تا دیگه اضافه تر بزنی. نکته اساسی اینه که وقتی دفترچه یک رو تمام کردی میخوای بری تو دفترچه دو، حواست باشه دفترچه یک با همه اتفاقات دفترچه یک دفن میشه و شما یه نفس عمیق میکشی، یه چیز کوچولو میخوری، بلند میشی سر جات، میشینی تا اون رشته ناآرامی گسسته بشه و شما دفترچه دوم رو شروع کنین. دفترچه دوم رو زدی، تمام شد، حالا میخوای بری سراغ دفترچه سوم. برای بچه رشته تجربی دارم میگم، دفترچه سوم زمین هست و ریاضی. خب اینو چی کارش بکنم؟ پیشنهاد من اینه که اونایی که ریاضیشون خیلی خوب نیست، اول زمین شناسی رو بزنن، خیالشون آسوده بشه، برگردن ریاضی بزنن. ولی خیلی از بچه‌ها میگن نه، ما اولی چند تا ریاضی بزنیم. بستگی به روحیه شما داره. چند تا ریاضی رو میخوای بزنی؟ بسته به سطح دانش شما، سخت، راحت، هر چی که هست. لطفاً خودت رو سر جلسه مدیریت کن. هر تعدادی که بلدی رو بزن، زمین شناسی رو بزن. زمین شناسی که زده شد، حالا وقت دست شماست، آزادی، برگرد. لابلای سوالای سخت همیشه سوالهای ساده تر پیدا میشه. شما وظیفت این نیست که به همه سوالا جواب بدی. شما وظیفه خطیرت اینه که اون سوالایی که بلدی رو جواب بدی. تا وقتی کنکور تموم شد نگی آخ کاش یک کم خودم مدیریت میکردم، فلان سوال رو میتونستم جواب بدم، اون سوال رو میتونستم جواب بدم. این در مورد دفترچه ها. یه نکته دیگه که بسیار مهمه اینه که شما از الان عادت کنید به این که دفترچه ها رو چجوری مدیریت بکنید. البته عادت هاتون شکل گرفته، قاعدتا تو چند روز باقی مونده نمیتونید کار عجیب غریبی انجام بدین. یه توصیه، تا الان هر مدلی که کنکور زدی، آزمون آزمایشی زدی، همون مدل رو سر جلسه کنکور اجرا کن. موفق و پیروز باشین. یک روز بسیار خوب برای کنکور براتون آرزو میکنم.